با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان ما در دوره آموزشی جادو با کاتلین. در این جلسه بحثمون رو در خصوص کالکشن ها در زبان برنامه نویسی کاتلین ادامه خواهیم داد. ما در جلسه گذشته در خصوص انواع کالکشن ها در زبان برنامه نویسی کاتلین صحبت کردیم و به یکی از این انواع کالکشن ها پرداختیم، در خصوص کالکشن لیست که به دو صورت تغییر پذیر و تغییر ناپذیر mutable و immutable در زبان کاتلین قابل تعریف و استفاده بود صحبت کردیم. دو دسته دیگه از کالکشن ها در زبان کاتلین وجود دارند، کالکشن های set و کالکشن های map. در این جلسه قصد داریم به این دو کالکشن بپردازیم و نکات دیگری رو در خصوص کالکشن ها در زبان برنامه نویسی کاتلین یاد بگیریم. پس پروژه‌ای رو که در جلسه گذشته در محیط اندروید استودیو ایجاد کردیم تحت عنوان کالکشن پروژه مجدداً باز می‌کنیم و قصد داریم در ادامه بحثمون بیاییم و در خصوص کالکشن‌های ست و مپ صحبت بکنیم. بسیار خوب. یک فاصله ای رو اینجا اعمال کنیم مشابه این قسمت و بیاییم در این قسمت در خصوص کالکشن ست و ابتدا هم در خصوص کالکشن‌های ست تغییر ناپذیر صحبت کنیم یا immutable. خب قبل از اینکه بخوایم در خصوص کالکشن های ست تغییر ناپذیر صحبت کنیم، اول ببینیم که اصلا کالکشن ست چی هست. دوستان من دقت داشته باشید، کالکشن ست مجموعه یک کالکشنی از درایه ها هست که ترتیب در این کالکشن اهمیت نداره و ما از ایندکس گذاری درایه ها و عناصر این کالکشن بهرمند نیستیم. برخلاف کالکشن لیست که وقتی عناصر و درایه ها رو در اون مجموعه لیست قرار میدادیم، هر عنصری داره یک ایندکس مشخصی بود. مثلا اگر من میخواستم در یک کالکشن لیست به عنصر اول دست پیدا کنم، ایندکس صفرم من بود. من با این ایندکس گذاری در واقع عناصر و درایه ها میتونستم به درایه ها دسترسی پیدا کنم. اما تفاوتی که ما در کالکشن ست داریم این هست که ما دیگه این ترتیبه رو نداریم. پس به صورت کلی اینطور تعریف میکنیم که یک کالکشن ست مجموع یک کالکشنی از درایه های مرتب نشده یونیک هست. پس یک مجموعه هست از درایه ها، ترتیب درش اهمیت نداره. و یک نکته خاصی دیگری هم که در خصوص کالکشن ست وجود داره این که درایه های یونیک ما در این کالکشن خواهیم داشت. نمیتونیم دو درایه مشابه، دو عنصر مشابه رو در یک کالکشن ست داشته باشیم. ممکنه بنویسیم ولی خب هر دوش یکی حساب میشه، هیچ تفاوتی نداره. مثل یک لیست نیست که عنصر صفرم به عنصر یکم تفاوت داشته باشه، ایندکس گذاری شده باشن. فقط خود درایه ها مهم هستند و در نتیجه به همین موضوع هم باعث میشه که ما در یک کالکشن ست درایه های ما یونیک باشن. درایه های تکراری در یک کالکشن ست معنا پیدا نمیکنه. حالا کالکشن های ست هم مشابه کالکشن های لیست به دو صورت تغییر پذیر و تغییر ناپذیر در زبان کاتلین قابل تعریف و استفاده هستند. ابتدا بیایم در خصوص کالکشن های ست تغییر ناپذیر یا اموتبل صحبت بکنیم. ببینیم که در قدم اول چطور میتونیم یک کالکشن ست به صورت تغییر ناپذیر ایجاد کنیم. دستوری که ما برای ایجاد یک کالکشن ست تغییر ناپذیر داریم دستوری هست تحت عنوان ست آف، مشابه لیست آف که یک لیست تغییر ناپذیر برای ما ایجاد میکرد. دستور ست آف یک کالکشن ست تغییر ناپذیر برای ما ایجاد میکنه. مثلا بیایم یک مثال بزنیم. من میام یک کالکشنی تعریف میکنم به اسم مثلا میکس تایپ ست و میام از دستور ست آف استفاده میکنم. ما در یک کالکشن ست میتونیم انواع و اقسام تایپ ها رو داشته باشیم. مثلا من میام یک و یک دهم میذارم، یک درایه از نوع دابل هست، یک درایه اینتیجر میذارم، یک مثلا رشته رو میذارم به اسم اکسیما، بعد نیست یک عدد لانگ بذاریم، یک درایه بولیان میذارم. پس میتونم انواع تایپ ها رو در یک کالکشن ست داشته باشم.
خب این کالکشن چون از دستور ست آف استفاده کردم برای ایجادش، یک کالکشن ایموتبل هست، تغییر ناپذیره. وقتی من این کالکشن رو دیگه ایجاد کردم، این امکان رو ندارم که بیام و درایه جدیدی رو به این کالکشن اضافه کنم. یعنی من اگر اینجا بیام بنویسم میکس تایپ ست دات، ببینید دستوراتی رو که ما میتونیم مثلا سایز این کالکشن رو بهش دسترسی داشته باشیم، یا حالا یه سری دستورات دیگر که در جلوتر حالا با این دستورات هم آشنا خواهیم شد. ولی خب من دیگه امکان اد کردن درایه ای رو به این کالکشن ست ندارم، به واسطه اینکه تغییر ناپذیره. نمیتونم درایه رو حذف کنم، نمیتونم درایه رو اد کنم و نمیتونم درایه رو ویرایش کنم. خب بیایم با هم دیگه یک بار پرینت کنیم. این کالکشنی رو که ایجاد کردیم ببینیم به چه صورتی خواهد بود. یک بار من پروژم رو بر روی امولیتور ران بگیرم و ببینیم که کالکشنی رو که ایجاد کردیم به چه صورت برای ما نمایش داده خواهد شد. منتظر بشین پروژه ما بر روی امولیتور ران بشه و بعد کار رو با هم دیگه دنبال خواهیم کرد. بسیار خوب، پروژه من ران شده. لاکت رو باز کنیم. بسیار خوب، ببینید این کالکشنی هست که ما با هم دیگه در اینجا ایجاد کردیم از نوع کالکشن ست. خب اینجا من یک کالکشن ستی رو ایجاد کردم که انواع درایه ها رو درونش قرار دادم. حالا اگر من بخوام کالکشن ستی رو داشته باشم که صرفا مثلا درایه های از نوع عددی صحیح رو درش بتونیم قرار بدیم، کافیست تایپ رو مشخص کنیم. یعنی چی؟ مثلا من بیام اینجا بنویسم val int set، اوکی، و اینجا من مشخص بکنم که تایپ این کالکشنم چی هست. از نوع ست هست و درون این علامات کوچکتر بزرگتری که مینویسیم تایپ این کالکشن ست رو، درایه هاش رو مشخص کنیم که درایه های از نوع عددی اینتیجر رو میخوام درون این کالکشن اینتیجر قرار بدم، کالکشن ستی که داریم ایجاد میکنیم. حالا مساویست با ست آف. اینجا من دیگه نمیتونم یک مثلا رشته رو درون این کالکشن قرار بدم. این سمیکالون رو هم نیازی نیست ما در انتهای دستوراتمون بنویسیم. ببینید چون من گفتم یک کالکشن از نوع ست که درایه های اون هم از نوع اینتیجر باشن برای من ایجاد بکن. درسته تایپش رو گفتم این متغیر من از این نوع باشه. برای مجبور هستم دیگه اینجا وقتی این کالکشن رو میخوام ایجاد بکنم، عناصر و المنت هایی رو که میخوام در کالکشنم قرار بدم به صورت عددی صحیح باشن. اوکی، حالا من یک بار پرینت کنم اینت ست رو هم. برای من این کالکشن اینجا بایستی چاپ بشه. در خصوص اینکه ما چطور می توانیم درایه های این کالکشن ست رو حالا بخونیم، ببینید چون ما دیگه مثل کالکشن لیست برای هر درایه یک ایندکس مشخصی وجود نداره، این امکان برای ما وجود نداره که مثلا از دستوری مثل دستور get که در کالکشن لیست داشتیم استفاده کنیم و بیایم مثلا حالا ایندکس صفرم کالکشنمون رو دریافت کنیم و به کارا نمایش بدیم. کاری که میتونیم انجام بدیم این هست که با استفاده از یک حلقه فور، حالا با استفاده از اون دستورات لوپی که انشالله در جلسات آینده در خصوص اون صحبت خواهیم کرد، میتونیم بر روی این کالکشن پیمایش انجام بدیم و به تمامی درایه های اون دسترسی داشته باشیم و اون رو به کاربر نمایش بدیم. اما در اینجا ترتیبی وجود نداره، مفهوم به این معنا که ما بگیم درایه صفرم، درایه یکم، درایه دوم، ما در کالکشن ست نداریم. اگرچه داریم اینجا به صورت یک حالا آرایه‌ای داریم اینجا هم میبینیمش و میگیم خب عنصر اول مون یک هست، عنصر دوممون چهار هست، ولی به این شکل نیست. در واقع ما یک مجموعه ای داریم، اینطور فرض کنید که یک سری عدد رو ریختیم درون یک سبد، ریختیم درون یک جعبه. آها، هیچ ترتیبی وجود نداره بگیم که درایه صفرم رو به من بده، درایه یکم رو به من بده، اوکی، بلکه خود اعداد و درایه ها برای ما معنا پیدا میکنن. حالا مثلا من اگر بیام در همین کالکشن اینتی که ایجاد کردیم یک درایه 8 دیگه هم اضافه کنم، یک دو هم مثلا سالا 3 تا 2 هم اضافه کنم، این بار اگر پروژم رو ران بکنم و بگم که پرینت کنه برای من اینت ست رو،
ببینیم چه اتفاقی میفته. گفتیم که خدمت شما کالکشن ست مجموعی از درایه های مرتب نشده هست که به صورت یونیک هم هستند. خب حالا نتیجه به چه صورتی خواهد بود؟ ببینید چه اتفاقی افتاد. باز هم 1 2 4 8، یعنی این که من 3 بار درایه 2 رو دارم در این کالکشنم قرار میدم یا 2 بار درایه 8 رو در کالکشنم قرار دادم، هیچ تأثیری در کالکشن من نداره. در نهایت این کالکشن دارای 4 تا درایه هست، 1 2 4 و 8. اگر هم بیام مثلا سایزش رو پرینت کنم، ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. ببین چه اتفاقی افتاد. سایز کالکشن من برابر با 4 هست، به این معنا که من 4 عنصر درون این کالکشن قرار دادم. خب ما که بشماریم بیشتر از 4 تاست، بله، اما مهم چیه؟ یونیک بودن درایه ها هست. گفتیم که باز تاکید میکنم کالکشن ست مجموعی از درایه های مرتب نشده هست که به صورت یونیک هم در این کالکشن قرار میگیرند. این به چه معناست؟ به این معناست که اولا مرتب نشده یعنی چی؟ یعنی ما برای هر درایه یک ایندکس مشخصی نداریم، ترتیبی در این کالکشن وجود نداره، معنایی مفهومی به این شکل که ما بگیم درایه اول درایه دوم در کالکشن ست وجود ندارد. این مفهوم در کالکشن لیست بود، ایندکس گذاری درایه ها ما در کالکشن لیست داریم، در کالکشن ست ما چنین مفهومی نداریم. یونیک بودن یعنی چی؟ به این معناست که اگر من درایه های تکراری رو در این کالکشن قرار بدم، برای من یک درایه محسوب میشه. 1000 تا درایه دو هم که در این کالکشن من قرار بدم، برای من یک دو در این کالکشن محسوب میشه. هیچ تأثیری نداره تعداد درایه های تکراری روی سایز کالکشن من. اوکی؟ پس این موضوع رو هم در خصوص کالکشن ست دقت داشته باشه. این تفاوتی هست که کالکشن ست با کالکشن لیست داره. خب تا اینجا ما یک کالکشن ست تغییر ناپذیر ایجاد کردیم، یعنی امکان اضافه کردن، حذف کردن و یا ویرایش درایه ها رو بر روی این نوع کالکشن ست نداریم که با واسطه دستور ست آف میتونیم یک چنین کالکشنی رو ایجاد کنیم. حالا بیاییم و ببینیم که چطور میتوانیم یک کالکشن ست تغییر پذیر ایجاد کنیم یا موتبل. آها، پس من بیام باز یک خط جدا کننده در اینجا قرار بدم و این بار بگیم که چطور میکنیم کالکشن های ست موتبل یا تغییر پذیر ایجاد کنیم و چه دستوراتی برای ایجاد چنین کالکشن هایی در زبان کاتلین داریم. بسیار خوب، من این دستور پرینتی رو هم که اینجا نوشتیم کامنت کنیم و بیا ببینیم که چطور میتوانیم یک کالکشن ست تغییر پذیر در زبان برنامه نویسی کاتلین ایجاد کنیم. برای ایجاد این نوع از کالکشن ها ما در زبان کاتلین چندین دستور رو داریم. یکی از این دستور ها دستور هش ست آف هست. بیاییم با همدیگه با استفاده از این دستور یک کالکشن ست تغییر پذیر ایجاد کنیم. مثلا من میام در اینجا می نویسم val int هش ست آف، هش ست مساویس با هش ست آف، و میتونم یک سری element رو، یک سری عناصر رو در این کالکشنی که میخوام ایجاد کنم قرار بدم. حالا چون میخواییم در واقع یک کالکشنی از اعداد صحیح رو ایجاد کنیم به صورت هش ست، من اینجا تایپش رو هم میتونم مشخص کنم از نوع هش ست باشه و بگم که تایپ درایه هام هم اینت باشه. اوکی. خب این یک کالکشن تغییر پذیر هست، یعنی من میتونم در اینجا که من این حالا کالکشنم رو ایجاد کردم با استفاده دستور هش ست آف، حالا بیام در سطرهای بعدی درایه هایی رو به این کالکشن اد کنم یا اینکه درایه رو حذفش کنم. اوکی. خب حالا من میخوام در همون لحظه ایجاد این کالکشن یک سری درایه، یک سری عناصر اولیه رو هم در این کالکشنم داشته باشم. میتونم درون این پرانتز این آیتم ها رو مشخص کنم. خب ببینید، من یک کالکشنی رو به این صورت حالا باز از دستور هش ست آف ایجاد کردم. نکته اول در خصوص دستور هش ست آف این هست که این دستور برای من یک کالکشن ست به صورت تغییر پذیر ایجاد میکنه یا موتبل. اوکی.
نکته دیگر این که دستور 8 set off درایه ها رو درون یک جدول در هم سازی ذخیره میکنه، درون یک جدول هشی در واقع ذخیره میکنه. آها، در واقع درایه ها به همون ترتیبی که ما در اینجا نوشتیم در اون جدول ذخیره نمیشه به این صورت. ببینید، من اگر اینجا بیام بگم که پرینت کن برای من این اینکس هش ستی که ایجاد کردم رو و پروژم رو یک بار ران بگیرم، تفاوتش رو حالا با اون دستور ست آفی که نوشتی متوجه خواهید شد. حالا یک تفاوت عمده داره که این به هر حال این لیست تغییر پذیر برای ما ایجاد میکنه، یک ست تغییر پذیر ایجاد میکنه، اما ست آف یک در واقع کالکشن ست تغییر ناپذیر ایجاد میکرد. یک تفاوت دیگری هم که داره، در واقع وقتی ما از این دستور استفاده میکنیم درایه ها خیلی در هم میشن، به همون ترتیبی که مینویسیم برای ما قرار داده نمیشه. ببینید قسمت لاکت رو، من اومدم درایه هام رو به این صورت نوشتم دیگه، 1 4 10 5 2. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده، 1 10 2 4 5 به هم ریخته. یک جدول در همسازی، در واقع به صورت یک جدول در همسازی این درایه ها رو ذخیره میکنه. خب این کالکشن یک کالکشن تغییر پذیره، پس من میتونم بیام اینجا مثلا بنویسم int dot add، یک المنتی رو اینجا اضافه کنم، مثلا بیام عدد 12 رو هم به این کالکشنم اد کنم. حالا اگر پروژم رو این بار ران کنم، تفاوتش رو با کالکشن اولیه که ایجاد کردیم میتونیم ببینیم. البته اینجا من بایستی یک بار دیگه پرینت کنم کالکشنم رو. این بار یک بار دیگه اجرا کنیم که این کالکشنی رو که درایه 12 رو هم بهش اد کردیم حالا مجددا پرینتش کنیم، ببینیم که چه تغییری پیدا کرده و آیا عدد 12 به کالکشن ست ما اضافه شده یا خیر. ببین، دستور دقیقا همون دستوری هست که ما برای کالکشن های لیست داشتیم. ببینید عدد 12 اضافه شد، اما عدد 12 آخرین درایه من نیست، چون ما در کالکشن ست اصلا ترتیب معنا نداره، خب که بگیم حالا این درایه آخرین درایه من هست. حالا وقتی به صورت هش ست آف از این دستور استفاده میکنیم و یک کالکشن ست ایجاد میکنیم، حتی درایه ها به همون ترتیبی هم که ما داریم اد میکنیم اد نمیشن به کالکشن ما. وقتی من اینجا میام پرینت میکنم، ببینید عدد 12 حالا افتاده وسط این درایه های من. اوکی، خب دستور اد برای ما یک درایه رو به کالکشنمون اضافه میکنه، مشابه همون دستور ادی هست که ما برای کالکشن های لیست داشتیم. خب حالا اگر من قصد داشته باشم درایه ای رو از این کالکشن حذف کنم، دستوری براش وجود داره؟ بله، کافی هم بیام بنویسم به عنوان مثال اسم کالکشنم رو بیارم بنویسم dot remove. نکته ای که وجود داره، ما برای دستور remove دیگه اینجا در کالکشن های سر ایندکس وجود نداره، بلکه بایستی بگیم کدوم درایه رو میخوایم حذف کنیم، خود درایه‌مون رو بایستی به این دستور بدیم. مثلا من میام میگم که ریموف کن برای من عدد 4 رو از این کالکشن 8 ستی که ایجاد کردی. عدد 4 از این کالکشن برای من حذف میشه. حالا اگر یک بار دیگه پروژم رو ران کنم، در این خط کالکشنم رو که ایجاد کردم میبینم و در این خط عدد 12 به کالکشن من اضافه میشه، در این خط عدد 4 از این کالکشن حذف میشه و در نهایت کالکشنی که بایستی برای من چاپ بشه حاوی عدد 12 و فاقد عدد 4 هست، همونطور که در اینجا هم مشاهده میکنید. پس میتونم یک درایه رو از کالکشن 8 ست حذف کنم. باز مشابه کالکشن لیست، ما دو دستور اد آل و ریموو آل هم داریم. میتونیم به در واقع کالکشنمون بگیم که یک کالکشن از اعداد رو، یک کالکشن از اون حالا رشته، حالا بسته به اینکه ما یک کالکشنی از چه تایپی رو ایجاد کردیم، یک کالکشنی رو بهش بدیم و بگیم که این کالکشن رو به کالکشن ما اضافه کن یا این کالکشن رو از کالکشن ما حذف کن. مثلا من بیام اینجا یک کالکشن جدید ایجاد کنم تحت عنوان ساب 8 ست به این صورت و بیام بگم که 8 ست آف
حالا از اعداد اینتیجر باشه و شامل مثلا چه عددی باشه؟ مثلا 1 و 2. این اینتش رو هم میتونیم نذاریم، به این صورت بنویسیمش. خب یک زیر مجموعه ایجاد کردم، درست شد؟ حالا میام اینجا میگم که int hash_set.remove_all و sub hash_set رو بهش میدم. میتونم یک کالکشن رو به این دستور remove all بدم و یک کالکشن رو از این کالکشن اصلی خودم حذف کنم. خب با این حال، با توجه به دستوراتی که نوشتیم، عدد 12 به کالکشن ما اضافه میشه، عدد 4 حذف میشه با دستور remove و با دستور remove all این کالکشن از کالکشن ما حذف میشه، یعنی عدد 1 و 2 هم از کالکشن ما بایستی حذف بشن. یک بار پروژمون رو ران کنیم ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. ببین چه اتفاقی افتاد. عدد 12 اضافه شده و عدد 4 و همینطور کالکشنی که شامل عدد 1 و 2 بود از کالکشن اصلی ما، اولیه ما، حذف شد. مقابل دستور remove all، دستور add all رو هم داریم. مثلا من میتونم بیام حالا این remove all رو کامنتش کنیم و حالا مثلا عدد جدیدی اضافه کنیم، 3 و 6، و این بار بیام بگم که int hashSet.addAll و کالکشن sub hashSet رو بهش بدم. به این صورت چه اتفاقی رو بایستی مشاهده کنی؟ اعداد 3 و 6 بایستی به کالکشن ما اضافه بشن. اوکی، ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. ببین عدد 12 که در این خط به کالکشن ما اضافه شد، عدد 4 در این خط از کالکشن ما حذف شد و عدد 3 و 6 هم در این خط باز از دستور add all به کالکشن ما اضافه شدند. درسته؟ پس با دستورات add, remove, remove all و add all برای کالکشن های هش ست و کلن حالا ما این دستورات رو برای تمامی کالکشن های ست تغییر پذیر داریم. حالا چه به صورت این که با دستور هش ست آف ایجادش کنیم، چه با دستورات دیگری که حالا در ادامه بهشون خواهیم پرداخت. مهم نیست ما از چه دستوری برای ایجاد یک کالکشن ست تغییر پذیر استفاده می کنیم. مسئله اینه که ما این دستورات رو برای تمامی کالکشن های ست تغییر پذیر داریم و میتونیم از این دستورات add, remove, add all, remove all استفاده کنیم. اوکی؟ دستور دیگری رو که ما برای کالکشن های ست تغییر پذیر داریم، حالا علاوه بر اون دستور سایز که به ما تعداد عناصر کالکشنمون رو برمیگردونه، دستوری داریم تحت عنوان clear. این دستور رو منده صدا میزنم و یک بار پروژم رو ران میکنم ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. چه اتفاقی افتاد؟ تمامی عناصری که من در کالکشنم داشتم، حالا چه اد کردم، بعد مدام ریموف کردم، دوباره یک کالکشن جدیدی رو با واسطه دستور اد آل اضافه کردیم. زمانی که من دستور کلیر رو کال میکنم، از اسم این دستور هم مشخص هست تمامی عناصر از کالکشن من حذف شدن. به همین سادگی. اوکی. خب حالا یه دستورات دیگری هم برای ایجاد کالکشن های تغییر پذیر وجود داره. بله، بیایم در اینجا مثلا یکی از دستوراتی که وجود داره دستوری هست تحت عنوان sort set off. بیایم با هم دیگه یک کالکشن تغییر پذیر ست واسه از این دستور ایجاد کنیم. این بار من میام مینویسم int sort set مساویس با sort set یا sorted set و از نوع integer باشه. حالا تایپش رو اینجا مشخص کنیم به این صورت و مساوی هست با sorted set of. خب حالا من میام درون این کالکشنی که میخوام ایجاد کنم یک سری درایه اینتیجر قرار میدم، مثلا 1 6 3 10
درست شد و میگم که پرینت کن برای من اینت سورت ست رو و یک بار پروژم رو ران میکنم. ببینیم تفاوت ایجاد یک کالکشن با استفاده از دستور سورت ست آف و هش ست آف چه خواهد بود. ببینیم چه اتفاقی میفته اگر من از این دستور برای ایجاد یک کالکشن ست استفاده کنم. ببینیم چه اتفاقی افتاد. اعداد من در این کالکشن مرتب شدن، سورت شدن. 1, 3, 5, 6, 10, 25, 100. درست شد؟ پس وقتی من از این دستور استفاده می کنم، کاری که این دستور برای من انجام میده این هست که میاد درایه ها رو بر اساس یک ترتیب طبیعی مرتب می کنه. البته این امکان رو هم داریم که یک مقایسه کننده براش مشخص کنیم و بگیم که مثلا حالا به جای اینکه به صورت صعودی این کار رو انجام بدی، به صورت نزولی این کار رو انجام بده، که این رو انشاءالله ما در جلسات آینده یه مقدار بیشتر حالا پیش بریم در زبان کاتلین با موضوعات دیگری هم آشنا بشیم، در این خصوص صحبت خواهیم کرد. فعلا حالا این رو از ما بپذیرید که این دستور sorted set of برای ما میاد درایه ها رو به صورت طبیعی مرتب میکنه، اما این امکان رو داریم که خودمون هم یک مقایسه کننده براش ست بکنیم و بگیم که مثلا این اعداد رو برای من نزولی مرتب کن، به صورت صعودی مرتب نکن. اوکی، حالا بیایم با هم دیگه، مثلا من بیام بگم که well string sort set و یک سری رشته اینجا قرار بدیم. مثلا بگیم که a d b Z M و این بار بگیم که پرینت کن برای من استرینگ سورت ست رو. خب یک بار اجرا کنیم ببینیم نتیجه این بار به چه صورتی خواهد بود. آیا یک سری کالکشن از رشته ها رو هم برای من این دستور میتونه مرتب کنه یا خیر؟ چه اتفاقی افتاد دوستان من؟ در واقع یک کالکشنی که من از یک سری رشته داشتم رو اومده بر اساس حروف الفبا، حروف الفبای انگلیسی، حروف الفبای لاتین برای من باز سورت کرده. A, B, D, M, Z. پس یک دستور خیلی جالبی هست که میاد درایه هایی رو که درون این کالکشن قرار میگیرن، حالا فعلا تا اینجا این رو فقط بدونیم، به صورت طبیعی برای ما سورت میکنه. معمولا یک مقایسه کننده ای رو حالا خودش داره که خیلی هم کاربردی تر هست، یعنی ما معمولا انتظار داریم که اعداد رو به صورت صعودی سورت بکنیم یا یک سری رشته رو بر اساس حروف الفبا سورت بکنیم. این کار برای ما انجام میده. حالا اگر چیزی غیر از این میخوایم مد نظرمون هست، میتونیم برایش یک مقایسه کننده در نظر بگیریم که این موضوعی هست که ما انشاءالله در جلسات آینده یک مقدار بایستی در زبان کاتلین پیش بریم تا به این موضوع هم بپردازیم و در این خصوص صحبت کنیم که چطور میتونیم حالا برای این کالکشن سورتد ست آف و این دستور مشخص کنیم که مثلا درایه های ما رو به چه صورتی سورت بکنه. اوکی، بسیار خوب. پس یک دستور دیگری که برای ما یک کالکشن ست ایجاد میکرد دستور sorted set of هست. این دستور هم برای ما یک کالکشن تغییر پذیر ایجاد میکنه، یعنی من این امکان رو دارم که به کالکشن ایجاد شده با استفاده از این دستور درایه ای رو اد کنم یا درایه ای رو حذف کنم. اوکی، پس این امکان برای ما وجود داره. باز دستور دیگری رو داریم برای ایجاد کالکشن های ست، دستور تحت عنوان linked set of. بیایم با هم دیگه حالا باز از این دستور هم یک کالکشن ست ایجاد کنیم. مثلا این بار بیایم بنویسیم val int link set
از نوع لینکت هش ست و مثلا حالا من قصد دارم درایه های از نوع مقدار عددی صحیح رو درون این کالکشن قرار بدم و اینجا میام می نویسم لینکت ست آف. خب یک سری درایه در اینجا قرار میدم، 1, 5, 3, 2 و اینجا میگم که پرینت کن برای من این کالکشن رو. خب دقت داشته باشیم این کالکشن هم برای ما یک کالکشن تغییر پذیر ایجاد میکنه این دستور، یعنی من میتونم به این کالکشن درایه هایی رو اد کنم یا حذف کنم و از همون دستورات اد آل و اد و ریموو و ریموو آل استفاده کنم. درست شد؟ پس این نکته اول در خصوص این دستور که برای ما یک کالکشن تغییر پذیر ست ایجاد میکنه. حالا ببینید چه اتفاقی میفته وقتی من از این دستور استفاده میکنم. دقیقا درایه ها به همون ترتیبی که نوشته میشن برای من داره نمایش داده میشه. مثلا اگر من بیام حالا اینجا بنویسم دات اد 10 رو هم اد بکنم چه اتفاق میفته؟ دقیقا به همین ترتیب، یعنی اول 1, 5, 3, 2 نوشته میشه و بعد 10 هم حالا بهش اضافه میشه. مشابه دستور هش ست نیست که درایه ها به هم ریخته بودن، در هم میشدن، یا مشابه دستور سورتد ست آف نیست که درایه ها رو برای من سورت بکنه، بلکه به همون ترتیبی که من دارم درایه ها رو اد میکنم یا حذف میکنم همون ترتیب رو حفظ میکنه. اوکی؟ پس با سه دستور هش ست آف، سورتد ست آف و لینکد ست آف آشنا شدیم که برای ما در واقع کالکشن های ست تغییر پذیر ایجاد می کردن. یک دستور دیگری رو هم داریم، دستوری تحت عنوان موتبل ست آف، مثل موتبل لیست آف. دستور موتبل ست آف رو هم داریم که این هم برای ما یک لیست تغییر پذیر ایجاد می کنه و در واقع یک جور لینکد هش ست رو برای ما ایجاد میکنه. یعنی من میتونم حالا بیام مثلا بنویسم val int set از نوع mutable set و حالا int باشه و بیام اینجا بنویسم mutable set of و یک سری درایه مثلا 10, 2, 4, 16 رو داشته باشم. این بار اگر بیام بگم که پرینت کن برای من این ست رو، در واقع این دستور هم مشابه لینکت ست آف عمل میکنه. اولا اینکه یک کالکشن ست تغییر پذیر ایجاد میکنه و اینکه درایه ها به همون ترتیبی که نوشته میشن برای من نمایش هم میده. ببینید چه اتفاقی میفته. اگر درایه رو اد بکنم به همون ترتیب اد میشه، در همشون دیگه نمیکنه واسه من. اوکی، نتیجه رو با هم دیگه در قسمت لاک کد این بار ببینیم که از دستور موتبل ست آف برای ایجاد یک کالکشن ست تغییر پذیر استفاده کردیم. ببینید همون ترتیبی که من نوشتم رو اینجا هم داره نمایش میده، در هم نکرده رایه ها رو، مرتب و سورتشون هم نکرد. مشابه دستور لینکد ست آف این دستور هم عمل میکنه. اوکی، بسیار خوب. پس در واقع با 4 دستور برای ایجاد کالکشن های ست تغییر پذیر آشنا شدیم. هشت ست آف، سورتد ست آف، لینکد ست آف و موتبل ست آف دستوراتی هستند که برای ما کالکشن های ست تغییر پذیر ایجاد می کنن. اما دستوری مثل دستور ست آف یک کالکشن تغییر ناپذیر ست برای ما ایجاد میکنه و ما دیگه امکان اضافه کردن یا حذف کردن درایه‌ای رو از این نوع کالکشن های ست نداریم. درست شد؟ بسیار خوب. تقریبا سعی کردیم با کالکشن ست هم آشنا بشیم، دستورات مختلفی که برای ما انواع کالکشن های ست تغییر پذیر و تغییر ناپذیر رو ایجاد میکردن رو خدمت شما دوستان توضیح دادیم. بریم سراغ یک دسته دیگر از کالکشن ها در زبان کاتلین، کالکشن های مپ، و در خصوص حال کالکشن های مپ تغییر پذیر و تغییر ناپذیر صحبت کنیم. من اینجا یک باز جدا کننده بذارم و بگیم که immutable map
و این دستورات پرینت رو هم کامنتش کنیم که برای ما مشکل ساز نشه و تداخلی ایجاد نکنه. خیلی خوب، ببینیم کالکشن های مپ چه کالکشن هایی هستن. دوستان من دقت داشته باشین، کالکشن های مپ، حالا مشابه این رو ما در زبان جاوا داشتیم تحت عنوان هش مپ. اوکی، ما در زبان کاتلین هم کالکشن های مپ رو داریم که به صورت کی ولیو هستن. در واقع ما یک مجموعه از کی ولیو ها رو داریم و درایه های ما، اون المنت های ما، هر کدوم یک کی مشخصی دارن. حالا این کی در واقع میتونه یک رشته باشه، میتونه یک اینتیجر باشه، اون ولیو هم میتونه به همین شکل هر نوعی و هر تایپی میتونه داشته باشه. اوکی، پس نکته‌ای که وجود داره، کالکشن های مپ به صورت کی ولیو عمل میکنن. یک کی وجود داره، برای اون کی یک ولیو مشخص میکنی. خب طبیعتا هم بایستی این کی ها یونیک باشه، نمیتونیم در یک کالکشن مپ دو تا کی مشابه داشته باشیم. اوکی، کیا بایستی حتما یونیک باشه، اما خب حالا هر کی میتونه ولیو خودش داشته باشه، ممکنه دو تا کی متفاوت ولی ولیوها یکسان باشه. با این توضیح که متوجه شدیم حالا کالکشن های مپ چی هستن و تقریبا حالا با این نوع کالکشن ما در زبان جاوا هم آشنا هستیم، بریم ببینیم که چطور میتوانیم یک کالکشن مپ تغییر پذیر ایجاد کنیم. طبیعتا مشابه دستورات قبلیمون که set off یک کالکشن set تغییر ناپذیر برای ما ایجاد میکرد یا دستور list off یک کالکشن list تغییر ناپذیر برای ما ایجاد میکرد، برای کالکشن map هم دستوری وجود داره تحت عنوان map off که برای ما یک کالکشن map تغییر ناپذیر یا immutable ایجاد میکنه. بیایم با هم دیگه یک کالکشن تغییر ناپذیر مپ ایجاد کنیم و حالا با یک سری نکات در خصوص کالکشن مپ آشنا بشیم. خب میام اینجا من می نویسم val مثلا calling code map و قصد دارم یک کالکشن مپ ایجاد کنم از نوع مپ باشه. خب اینجا ببینید، من یک تایپ برای کی ها بایستی مشخص کنم، یک تایپ برای ولیو های خودم مشخص کنم. مثلا میام میگم که کی های من از نوع اینتیجر باشه، یک کاما میذاریم و میگیم حالا ولیو ما مثلا از نوع استرینگ باشه. اوکی، پس من دارم یک مپی ایجاد میکنم که کی های من از نوع اینتیجر هست، ولیو های من از نوع استرینگ هست. حالا من چون قصد دارم یک کالکشن مپ تغییر ناپذیر امتبال ایجاد کنم، از دستور مپ آف استفاده می کنم. خب ببینید حالا چجوری من میام درایه ها رو در اینجا قرار میدم. خب اینجا من بایستی یک سری جفت قرار بدم دیگه، درسته؟ یعنی یک کی مشخص کنم بعد ولیوش مشخص کنم، این میشه یک درایه مپ من. اوکی، مثلا من میام میگم که 98 تو ایران، کی 98 رو نوشتم و ولیوش رو اختصاص دادم بهش ایران. یا مثلا میام میگم که 1 to USA. حالا این میتونه دیگه حالا ادامه داشته باشه و کالین کد های مختلف رو برای کشورهای مختلف اینجا ست کنیم. درست شد؟ خب حالا یک بار پرینت کنیم توی قدم اول همین کالین کد مپی رو که ایجاد کردیم. یک کالکشن مپ تغییر ناپذیر هست، درسته؟ خب یک بار اجرا کنیم ببینیم که اصلا این کالکشن به چه صورتی برای من چاپ خواهد شد. خب اپلیکیشن ما در حال نصب و اجرا هست، منتظر بشیم که نتیجه رو ببینید. اینجا به این صورت برای من چاپ شد، 98 مساوی ایران، 1 مساوی با USA. اوکی، این در واقع کالکشنی هست که من اینجا با استفاده از دستور map of ایجاد کردم. حالا آیا من میتونم به این کالکشن درایه ای رو، یک عضو جدیدی رو، یک المنت جدیدی رو، کی ولیوی جدیدی رو اضافه کنم یا حذف کنم؟ خیر، چرا؟ چون دارم از دستور map of استفاده میکنم و یک کالکشن map تغییر ناپذیر ساختم. ولی خب یک سری دستورات رو داریم. مثلا اگر من قصد داشته باشم سایز این در واقع کالکشنی که ایجاد کردیم رو چاپ کنم، میتونم از دستور سایز استفاده کنم، مثل سایر کالکشن هایی که داشتیم، کالکشن set و list.
میتونم با استفاده از دستور سایز به سایز این کالکشن دسترسی پیدا بکنم و اون رو حالا مثلا اگر قصد دارم به کاربر نمایش بدم چاپش کنم. اما اگر قصد داشته باشم که به در واقع این ولیو ها دسترسی داشته باشم، بایستی کی رو مشخص بکنم. مثلا من میخوام بگم که ولیوی کی 98 چقدر هست، اینو برای من چاپ کن. خب میام اینجا میگم که پرینت کن calling code map dot. خب حالا دو تا در واقع دستور وجود داره، یکی اینکه میتونم از دستور get استفاده کنم و کی رو اینجا مشخص کنم، مثلا میگم که کی 98. به این ترتیب من این ولیوی اختصاص داده شده به کی 98 رو اینجا چاپ میکنم، یا اینکه میتونم به این شکل عمل کنم، مثلا بیام بگم که پرینت کن برای من calling code map، یکی در واقع کروشه باز و بسته بکنم و درون این کروشه کی رو بنویسم، مثلا بگم که یک. به این ترتیب ولیوی اختصاص داده شده به این کی برای من دریافت میشه و میتونم حالا چاپش کنم. یک بار اگر پروژمون رو ران کنیم، توی خط اولمون در واقع چاپ میشه خود این کالکشن و در خطوط بعدی ولیوهای اختصاص داده شده به این کیها رو چاپ خواهیم کرد. ببینید ایران و USA، درست شد؟ پس تا اینجا پس ما یاد گرفتیم چطور می توانیم مقادیری که در واقع ست شدن درون یک کالکشن مپ رو بخونیم، حالا با استفاده از اون کی که اختصاص دادیم. حالا این کی میتونست از نوع عددی اینتیجر باشه، میتونم از نوع استرینگ بذارمش، تفاوتی نمیکنه. صرفا حالا تایپ رو داریم تغییر میدیم، حالا میتونه کیهای مختلف داشته باشیم. نکته ای که وجود داره، کیها بایستی یونیک باشن. من نمیتونم یک کی دیگه اینجا قرار بدم اونم یک باشه. ببینید این اتفاق رو اگه من انجام بدم عملا خب معنی پیدا نمیکنه دیگه. وقتی من میخوام کی یک رو بخونم، خب دو تا کی یک دارم، مقدار کدومش رو به من نمایش بده؟ این دیگه از لحاظ منطقی درست نیست. کیایی که داریم بایستی در یک کالکشن استفاده میکنیم یونیک باشن. اوکی، ببینید الان مثلا من این رو اگر یک بار ران بکنم، خب کی 98 رو که نداریم، این اصلا کامنتش کنیم برای ما خطا ایجاد میکنه. ولی خب همین کی یکی رو که داریم مقدارش رو چاپ میکنیم، بیا ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. از لحاظ منطقی چنین اتفاقی خب نادرست هست. حالا شاید از لحاظ سینتکسی از ما خطایی نگیره، ولی از لحاظ منطقی خب چنین کالکشنی اشتباه هست که ما دو تا کی یکسان داشته باشیم. و خب حالا اینجا برای من چیزی رو هم چاپ نکرد. یک بار دیگه هم ران کنم. ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب ببین چه اتفاقی افتاد. الان من دو تا کیه در واقع یک دارم، ولی برای من یکیش رو در نظر گرفته و صرفا کالکشن من حاوی یک در واقع انگار عنصر هست و این اولین در واقع آیتمی رو که اضافه کردیم و نوشتیم رو دیگه در نظر نمیگیره. اون دومی در واقع میاد جایگزین اولی میشه. اوکی، و صرفا من یک کیه یک دارم و مقدارش هم USA هست، درست شد؟ پس این اتفاقی است که میفته. شاید از لحاظ سینتکسی ببینیم مشکلی به وجود نیومده، خیلی راحت کد نوشتیم، خطایی هم نداریم، پروژمون هم ران شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اما از لحاظ منطقی خب چنین چیزی نادرست هست. یعنی یک مقدار هم اگر تفکر کنیم روی این موضوع، کاملا متوجه خواهیم شد که ما نمیتونیم دو تا کی داشته باشیم در یک کالکشن که این کیا یکسان هستند و برای ما تداخل ایجاد میکنه، درست شد؟ پس این رو من تغییرش میدم به 98 که مشکلی نداشته باشیم. خب تا اینجا ما یک کالکشن مپ تغییر ناپذیر ایجاد کردیم. خب چطور میتونیم یک کالکشن مپ تغییر پذیر ایجاد کنیم؟ دستوراتی رو که داریم دقیقا مشابه دستورات ست هستن، با این تفاوت که بیایم به جای ست از مپ استفاده کنیم. یعنی ما دستور هش مپ آف رو داریم، سورتد مپ آف رو داریم، لینکد مپ آف رو داریم و موتیبل مپ آف رو داریم. این دستور برای ما کالکشن های مپ تغییر پذیر ایجاد میکنن. اوکی؟ خب بیایم اینجا
من اینها رو کامنت کنم و این بار میخوام که یک کالکشن مپ تغییر پذیر ایجاد کنم. دقیقا خب دستورات هم که گفتیم مشابه همون دستورات هست، یعنی ویژگی هاشون به همون شکل هست. وقتی ما از دستور هش مپ آف استفاده میکنیم، اتفاقی که میفته این هست که از یک جدول در همسازی برای ذخیره اون المنت ها و درایه‌های ما استفاده میکنه و اونها رو به هم میریزه وقتی ما داریم اونها رو در کالکشنمون قرار میدیم. وقتی از دستور sorted map of استفاده کنیم، میاد در واقع کالکشن ما رو بر اساس کی مرتب میکنه. اوکی؟ حالا چند تا مثال میزنیم که دقیقا متوجه بشیم. linked map of یا حالا multiple map of هم دقیقا به همون ترتیب و به همون شکلی که ما element هامون رو در کالکشن قرار میدیم برای ما در یک جدولی نگهداری میکنه، یک مجموعی ذخیره میکنه. اوکی؟ حالا بیایم از هر کدوم از این دستورات یک مثالی رو بزنیم و به صورت کلی با این دستورات آشنا بشیم. مثلا من میخوام از دستور هش مپ آف استفاده کنم و یک کالکشن مپ تغییر پذیر ایجاد کنم. میام مینویسم و person هش مپ و خب این از نوع هش map باشه. باز اینجا میتونیم تایپ کی و تایپ ولیو هامون رو مشخص کنیم. کیمون از نوع مثلا اینتیجر باشه، ولیومون از نوع استرینگ باشه. درست شد؟ و مثلا اینجا بیام بنویسم هش map of. به ترتیب یک کالکشن هش map در واقع ایجاد کردم. حالا مقادیرمون میتونه مثلا به این شکل باشه، بگیم که یک تو حسین، دو تو علی، سه تو سارا. درست شد؟ خب حالا اگر من بگم که پرینت کن برای من این پرسن هش مپ رو، ببینیم چه اتفاقی میفته. اینها به هم میریزن، به همین ترتیبی که من نوشتم برای من حالا نمایش داده نخواهد شد. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. یک حسین، دو علی و سه سارا. حالا اگر آیتم ها بیشتر باشه شاید حالا این به هم ریختگی رو بهتر بتونیم متوجه بشیم. ولی خب به صورت یک جدول هشی برای من این در واقع المنت ها رو داره ذخیره میکنه. خب پس دستور هش مپ آف یک کالکشن مپ تغییر پذیر برای من ایجاد میکنه. یعنی من این امکان رو دارم که بیام در این سطر و در خط بعدی برنامه هم حالا یک المنت جدیدی رو، یک کی ولیو جدیدی رو به این کالکشن اضافه کنم. چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ کافیست هم بیام بنویسم person هش مپ دات. خب دستوری داریم تحت عنوان put. کی رو مشخص کنیم، ولیو رو مشخص کنیم. مثلا کیه 5 و ولیوش هم باشه نیما. اوکی. و این بار بگم که پرینت کن برای من مجددن پرسن هش مپ رو. این بار اگر پروژم رو ران کنم، خب توی این سطر خود هش مپی رو که در ابتدا ایجاد کردیم رو نمایش میده و در این سطر نیما بایستی به کالکشن ما اضافه شده باشه. ببینید چه اتفاقی افتاد. نیما هم به کالکشن من اضافه شد. با توجه به اینکه این کالکشن هش مپی که خدمت شما دوستان عرض کردم تغییر پذیر هست، پس من میتونم درایه‌ای رو هم از این کالکشن حذف کنم. چطور این کار انجام بدم؟ کافیست بیام بنویسم person هش مپ دات ریموو. خب اینجا کی رو میتونم بهش بدم و با استفاده از کی بگم که کدام در واقع المنت رو حذف کن. مثلا بگم کی یک رو از این کالکشن برای من حذفش کن. این بار اگر اجرا کنم چه اتفاقی میفته؟ نیما به کالکشن ما اضافه شده و حسین از کالکشن ما حذف میشه. ببینیم نتیجه رو با هم دیگه. ببینید این اتفاقی هست که داریم مشاهده میکنیم. خب در کنار دستور هش مپ آف دستوری داریم تحت عنوان sorted map of. خب این دستور همونطور که خدمت شما دوستان عرض کردم میاد
اون المنت هامون رو بر اساس کی مرتب میکنه. مثلا این بار من بیام یک کالکشن جدیدی رو ایجاد کنیم با استفاده از دستور sorted map of. بیام حالا دقیقا حالا همین رو بنویسیم با این تفاوت، بنویسیم person sorted map و خب اینجا تایپش بشه sorted map و اینجا هم از دستور sorted map of استفاده کنیم. خب حالا یک مقدار این کی ولیو ها رو ترتیبشون رو به هم بریزیم، به این شکل عمل کنیم و این بار بگم که پرینت کن برای من person sorted map رو. این دستور پرینت رو هم اینجا کامنت کنم، یک بار حالا ران کنیم ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. کالکشن رو برای من مرتب کرد بر اساس کیها. به صورت سعودی اومده این رو برای من مرتب کرده که یک رو اومده گذاشته اول، دو رو گذاشته دوم، سه رو گذاشته سوم. این ترتیبه رو درستش کرد. اوکی؟ پس کالکشن sorted map of باز هم دقیقا مشابه هش map of یک کالکشن تغییر پذیر map برای ما ایجاد میکنه، با این تفاوت که اون element ها رو value ها رو بر اساس کی مرتب میکنه. درست شد؟ و دقیقا خب ما دستور put و remove رو هم برای این نوع کالکشن داریم که باز از دستور sorted map of ایجاد شده. در واقع این هم یک کالکشن mutable map هست، درسته؟ با یک سری حالا تفاوت و یک ویژگی های اضافه. دستور دیگری داریم تحت عنوان linked map of. مثلا حالا من میتونم اینجا به این شکل عمل کنم، یک متغیر رو تعریف کنیم val postal code map و این بار بگم که از نوع linked map باشه، یعنی به این شکل عمل کنم، بگم که linked هش map. خب حالا اینجا میگم که کی از نوع string باشه، value هم از نوع string باشه. اوکی؟ و میام می‌نویسم linked map of و مثلا میگم که IR to ایران و همینطور مثلا US برای مثلا USA. حالا چیزهای مختلف میتونیم بذاریم، US to USA و حالا الی آخر، مهم نیستین. ببینید الان نکته ای که وجود داره این هست که ما میتونیم کی ها رو به صورت استرینگ هم استفاده کنیم، صرفا قرار نیست از نوع اینتیجر باشه. این دست ما هست. خب حالا اگر من بیام بگم که پرینت کن برای من این پستال کد مپ رو، نتیجه رو ببینیم که به چه صورتی خواهد بود. حالا میتونم در اینجا یک پارامتر دیگری رو، یک المنت دیگری رو به این کالکشنم اضافه کنم و دقیقا به همین ترتیبی که دارم اضافه میکنم این المنت ها اضافه خواهند شد. ببینید IR ایران، US USA و مثلا حالا من میتونم بیام اینجا بگم که postal code map dot put یک کی دیگه و value دیگه مشخص کنیم. مثلا حالا برای مثلا نیجریه NG حذف کنم کد پستالش و اگر حالا اشتباه ننویسیم نیجریا. خب این بار اگر پروژم رو ران کنم ببینید یک element دیگری رو به کالکشنم اضافه کردم، یک کی value دیگری رو به کالکشن linked هش مپ خودم اضافه کردم. باز بایستی اینجا نتیجه به این صورت باشه که نیجریا هم به کالکشن ما اضافه شده باشه و به عنوان آیتم سوممون هست. درست شد؟ دستور دیگری رو داریم تحت عنوان mutable map of که اون هم مشابه linked map of عمل میکنه. یعنی من میتونم حالا همین رو این بار بیام حالا بگم که mutable map و از دستور mutable
map of برای ایجاد این کالکشن استفاده کنم و این بار بگم این رو برای من پرینت کن. در واقع اینها دستوراتی هستند که برای ما یک کالکشن مپ تغییر پذیر ایجاد می کنن. خب ببینیم نتیجه رو که به چه صورتی خواهد بود. خب من اینجا بایستی بگم که به پستال کد موتبل مپ این نیجریا رو هم پوت کن. یک بار دیگه ران کنم، بایستی این نیجریا هم به این کالکشن من اد شده باشه. ببینید IR, US و NG element هایی هستن که در کالکشن ما قرار گرفتن. خب تا اینجا ما با چند تا دستور در خصوص کالکشن map آشنا شدیم. یکی دستور get بود که ما میتونستیم کی رو بهش بدیم و ولیوی مربوط به اون کی رو در کالکشنمون دریافت کنیم. دستور put و remove بود که برای اضافه کردن یک element یا حذف کردن یک element به کالکشن ما میشد ازش استفاده کرد. دستور سایز که گفتیم در واقع سایز یا تعداد المنت هایی رو که در کالکشن ما قرار گرفته رو برای ما مشخص میکنه. دستور دیگری رو داریم تحت عنوان put all که میاد یک کالکشن رو به کالکشن مپ ما اضافه میکنه، که البته خب این دستور هم برای کالکشن های مپ موتبل یا تغییر پذیر قابل استفاده و دسترسی هست. مثلا من به همین کالکشن person sorted map قصد دارم بیام یک کالکشنی رو اضافه کنم. خب میتونم بیام اینجا بنویسم حالا val sub map به عنوان مثال مساویس با، خب حالا این بار بیام از multiple map of استفاده کنیم و خب کیمون از نوع اینتیجر باشه، ولیومون از نوع استرینگ باشه و مثلا حالا 5 تو نیما 4 تو رضا. خب من میتونم این کالکشن رو به کالکشن پرسن سورتد مپ پوت کنم، یعنی بیام اینجا بنویسم حالا person sorted map dot put all و این sub map رو بهش بدم به این شکل. و این بار اگر پرینت کنم person sorted map رو، و البته یک بار هم قبل از اینکه این دستور put all رو فراخوانی کنیم person sorted map رو چاپش کنیم. خب یک بار اجرا کنیم ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. بسیار خوب. ببین چه اتفاق افتاد. یک علی، دو حسین، سه سارا. این در واقع person sorted map من بود. حالا من اومدم 5 نیما و 4 رضا رو هم به این کالکشن پوت کردم. یک علی، دو حسین، سه سارا، 4 رضا و 5 نیما. وقتی من این رو به این کالکشن اضافه کردم مرتبشونم کرد. چرا؟ چون کالکشن person sorted map با استفاده از دستور sorted map of ایجاد شده و یک کالکشن sorted map هست، پس میاد اون در واقع value ها رو بر اساس کی مرتب میکنه به این شکل. اینجا هم خب من میتونم اصلا این رو هم ننویسم، با توجه به اینکه گفتیم زبان کاتلین خودش میتونه تشخیص بده که مقادیر هر کدومشون چه تایپی هستن و اون رو برای ما تایپش رو ایجاد میکنه. اگرچه گذاشتنش مشکلی ایجاد نمیکنه، نذاشتنش هم ایرادی رو به هم نمیزنه. پس ما دستور put all رو هم در کالکشن های map داریم که میتونیم یک کالکشن رو به کالکشنمون اضافه کنیم. آیا دستور remove all داریم؟ خیر. دیگه ما دستور remove all رو برای کالکشن های map نداریم. یعنی من نمیتونم اینجا بنویسم person sorted map مثلا dot remove all. remove رو داریم اما remove all رو نداریم. دستوری داریم تحت عنوان replace. این replace در واقع میاد میگیم که برای این کی این value رو جایگزین کن. اوکی. مثلا من میام میگم که برای همین person sorted map
برای کی 5 ولیوی به عنوان مثال اکسیما رو جایگزین کن. خب یک حالا خطایی هم اینجا داریم که به من میگه که استفاده از دستور replace نیازمند API level 24 هست و الان ما داریم از API level 15 استفاده میکنیم. اگر قصد داریم از این دستور replace استفاده کنیم بایستی بیاییم و در فایل gradle‌مون min sdk version رو از 15 به 24 تغییر بدیم. که البته این کار رو نیاز نیست انجام بدیم. من میتونم اینجا به جای replace از دستور put استفاده کنم. وقتی این کار رو میکنم در واقع به واسطه این که ما بایستی کیامون یونیک باشه این 5 اکسیما که اضافه میشه این اکسیما خود به خود جایگزین این 5 و نیما میشه. یک بار ران کنیم ببینیم نتیجه چه اتفاقی افتاده. یعنی عملا این دستور پوته یک جوری ریپلیس هم هست، ویرایش رو هم برای من انجام میده. اگرچه ما دستوری رو تحت عنوان ریپلیس داریم ولی خب همونطور که مشاهده کردید این دستور برای API 24 به بعد قابل استفاده است و با توجه به اینکه ما قصد داریم برای API 15 به بعد توسعه بدیم این امکان برای ما وجود نداره که از دستور ریپلیس استفاده کنیم. برای همین که من از دستور پوت استفاده میکنم خودش به نوعی ریپلیس کردن هست. ببینید چه اتفاقی افتاد برای کی 5. دیگه من اکسیما رو دارم، نیما رو ندارم. به نوعی اون ریپلیس شدنه اتفاق افتاده. پس نیازی هم نیست از اون دستور ریپلیس استفاده کنیم. دستوری داریم تحت عنوان کلیر مشابه کالکشن ست که خدمت شما دوستان عرض کردم. برای کالکشن های مپ هم این دستور وجود داره. یعنی اگر من بیام بنویسم person sorted map dot clear اتفاقی رو که ما مشاهده می کنیم این هست که تمامی این المنت های ما از کالکشن مپ ما حذف خواهند شد و پاک میشن. یک بار اگر اجرا کنیم نتیجه رو میتونیم ببینیم که این دستور چه کاری رو برای ما انجام میده. ببین چه اتفاقی افتاد. کالکشن من رو به صورت کامل پاک کرد. اوکی. باز در خصوص کالکشن های مپ حالا دستور دیگری رو که داریم و میتونیم استفاده کنیم. مثلا اگر من بخوام خالی بودن یک کالکشن رو بررسی بکنم ما دستوری داریم تحت عنوان isEmpty. آها. مثلا من اینجا که کلیر رو صدا زدم حالا میتونم بگم که person sorted map dot isEmpty. خب حالا اگر یک بار ران کنم با توجه به اینکه کالکشن من خالی هست پس این از این پیتی یک مقدار بولین رو ریترن میکنه برای من و خب مقدارش ترو خواهد بود. چیزی که اینجا چاپ میشه ترو هست به این معنی که کالکشن ما خالیه. ببینید ترو هست. اما اگر این دستور کلیر رو کامنتش کنم و این از این پیتی رو چاپ کنیم مقدار فالس خواهد بود. ببینید این بار من فالس هست به این معنی که من در اون کالکشنم یک سری المنت ها و کی ولیو هایی وجود دارد. باز یک زمانی دوستان من ما نیاز داریم مثلا ببینیم که آیا در کالکشن ما یک کی وجود داره یا خیر. آها تو بحث دستورات شرطی حالا بیشتر از این دستورات استفاده می کنیم. مثلا من میتونم اینجا حالا این پرینتر رو کامنتش کنیم یک پرینت دیگه بنویسیم. بگم که person sorted map dot contains key. این دستور برای من یک مقدار بولین رو باز ریترن میکنه. اگر شامل یک کی باشد مثلا آیا شامل کی یک هست یا خیر. باز از دستور contains key میتونم بررسی بکنم که آیا لیست من اون کالکشن من شامل یک کی هست یا خیر. خب یک بار اگر اجرا کنم خب ما در کالکشن person sorted map کی یک رو داریم. پس بایستی اینجا مقداری که برای من چاپ میشه ترو باشه. درسته؟ ببینیم نتیجه به چه صورتی خواهد بود. ببینید ترو هست. اما مثلا اگر بگم کی 10 خب با توجه به اینکه من در کالکشن پرسن سورتد مپ کی 10 رو ندارم این بار اگر اجرا کنم برای من مقدار فالس چاپ خواهد شد.
ببین این با برای من مقدار فالس چاپ شد. یک موقع میخوایم ببینیم که آیا کالکشن ما حاوی یک ولیو هست، حاوی این مقداره هست یا خیر. در واقع میخوایم خود ولیو رو چک بکنیم که آیا چنین ولیوی در کالکشن ما وجود داره یا نه. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب باز این رو کامنتش کنیم. دستور برای این موضوع داریم. بله، میام مینویسم println person sorted map dot contains. باز ببینید contains value. آها، خب اینجا من اگر بگم contains value و مثلا value اوکسیما، خب یک بار اجرا کنیم، value اوکسیما درون این کالکشن ما وجود داره، پس بایستی مقدار ترو برای من چاپ بشه. اما مثلا value نیما، یک بار اجرا کنیم، اینجا من نیما وجود داره ولی خب بعد اومدم برای کی 5 گفتم اوکسیما رو در واقع جایگزینش کردم، پس دیگه نبایستی نیما در کالکشن من وجود داشته باشه. حالا ببینیم بررسی کنیم آیا نیما وجود داره اصلا، نتیجه چه خواهد بود. ببینید فالس هست دیگه، نیما در کالکشن من وجود نداره بلکه اوکسیما اومده جایگزین این نیما شده. پس میتونیم چک کنیم آیا این کالکشن مپ ما حاوی یک کی مورد نظرمون هست یا خیر، حاوی ولیوی مورد نظر ما هست یا خیر، با استفاده از دستورات contains key و contains value. باز دستوراتی رو داریم که به ما در واقع یک کالکشن کی هامون یا کالکشن ولیو هامون رو بر میگردونه. ببینید من الان بیام چاپ کنم println مثلا میگم که person sorted map dot keys، چه اتفاق میفته؟ یک در واقع موتبل ست برای من برمیگرده، یک کالکشنی از نوع ست برای من برمیگردونه، خب که حاوی کی های من هست، کی هایی رو که من در لیست و کالکشن پرسن سورتد مپ استفاده کردم رو برای من چاپ میکنه. اگر بخوام ولیو ها رو برای من برگردونه کافیه اینجا بنویسم مثلا پرینت ln پرسن سورتد مپ دات ولیوز، کل ولیو ها رو به صورت یک کالکشن برای من مشخص میکنه. ببینید چاپ کنیم نتیجه رو به چه صورتی خواهد بود. فقط ولیو هایی رو که ما در کالکشنمون استفاده کردیم رو به صورت یک کالکشن جداگانه ای برای ما ایجادش میکنه و میتونیم اینجا حالا ازش استفاده کنیم. ببینیم نتیجه این دو دستوری که چاپ کرده. ببینید 1 2 3 4 5 کیای هست که استفاده کردیم، علی، حسین، سارا، رضا و اوکسیما ولیوهایی هستند که در این کالکشن مپ وجود دارند. درست شد؟ اینها بخشی از دستوراتی بود که در خصوص کالکشن مپ مورد استفاده قرار میگیره، خیلی کاربردی هستند و زیاد ازشون استفاده میکنیم. خب تا اینجای بحث ما در خصوص انواع کالکشن ها در زبان برنامه نویسی کاتلین صحبت کردیم، کالکشن های لیست، ست و مپ و اینکه به دو صورت تغییر پذیر و تغییر ناپذیر قابل استفاده هستند توضیح دادیم و با دستورات مختلفی که در خصوص هر کدوم از این کالکشن ها وجود داشت، نحوه ایجادشون و یک سری نکات مختلف آشنا شدیم در طول جلسه گذشته و این جلسه که خدمت شما بودیم. به عنوان نکات پایانی بحثمون قصد دارم بیام و با شما یک سری دستورات رو مرور کنیم. دستوراتی که شاید حالا به اندازه دستوراتی که اینجا بهشون پرداختی مثل add, remove, add all, دستور set، آها، و حالا دستوراتی که به هر حال توی این دو جلسه بهشون پرداختیم، شاید این دستوراتی که قصد دارم الان بپردازم کاربردی نباشن، اما به هر حال بد نیست بعضی جاها این دستورات میتونه مورد استفاده قرار بگیره و کار ما رو خیلی ساده بکنه. بیایم با چند نمونه از این دستورات هم آشنا بشیم و بعد نیست که اینها رو هم بشناسیم. خب من این دستور پرینتی که اینجا نوشتم رو اینها رو کامنتش کنم و یک خط جدا کننده هم اینجا بذاریم. خب این دستورات دوستان من هم در خصوص حال کالکشن های لیست و هم در خصوص کالکشن های ست معمولا مورد استفاده قرار میگیره و در روی هر دوی این کالکشن ها قابل استفاده است. حالا من میام برای یک مثال مثلا میام مینویسم و string list، یک کالکشن لیست میخوام ایجاد کنم، خب و میگم که array list of
و حالا مثلا حسین، نیما، سارا و علی. اگر منده بخوام به عنصر اول یا عنصر آخر این لیست دسترسی پیدا بکنم، چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنید؟ خب یک راهکاری رو با توجه به اون چی که در این دو جلسه یاد گرفتیم این هست که من بیام بگم که ایندکس صفرم یا ایندکس حالا مثلا سوم میشه عنصر آخر من، درسته؟ یعنی به این شکل عمل کنم، مثلا میخوام حالا عنصر اول رو چاپ کنم، میام میگم که print ln string list dot get ایندکس صفرم برای من چاپ کن، یا میگم که print ln string list اگر عنصر آخر رو بخوام میتونم به این شکل عمل بکنم. حالا اگر من بدونم سایز لیستم چقدر هست، مثل الان که مثلا میدونم 4، خب ایندکس سوم میشه ایندکس آخر. ولی اگر بخوایم به صورت یک دستور بنویسیم میتونیم اینجوری عمل کنیم، بگیم که string list dot size منهای 1، سایز لیست من 4، منهای 1 میشه 3، ایندکس سوم عنصر آخر من هست، درسته؟ پس اینجا میتونم اولین عنصر و آخرین عنصر لیستم رو به این شکل نمایش بدم، درسته؟ و دریافتشون کنم. اگر یک بار اجرا کنیم میتونیم این رو ببینیم. منتظر بشیم اپلیکیشن ما بر روی امولیتور ران بشه و نتیجه این دو دستوری رو که نوشتیم رو ببینیم. خب اپلیکیشن ما در حال اینستال شدن و نصب شدن هست. یک بار بررسی کنیم. لاکت رو بیاریم. ببینید حسین و علی عنصر اول و عنصر آخر لیست من هست. ولی خب ما یک دستوری داریم تحت عنوان دستور first و همینطور دستور last که ما عنصر اول و عنصر آخر لیست رو برمیگردونه. یعنی من میتونم به جای اینکه به این شکل عمل کنم خیلی ساده تر میتونستم این کار رو انجام بدم. کافی بود بنویسم print ln string list dot first، یا اگر مثلا عنصر آخر رو میخوام بنویسم dot last به این صورت، و اگر یک بار اجرا کنم دقیقا همون نتیجه رو میگیرم، یعنی حسین و علی برای من چاپ خواهند شد. منتظر بشیم تا اپلیکیشن ما نصب بشه و نتیجه این دو دستور رو هم ببینیم. حسین و علی عنصر اول و عنصر آخر لیست من هست. خب یک زمانی من یک لیستی رو میخوام که شامل تمامی عناصر این مثلا استرینگ لیست من باشه بجز دو تا عنصر اولش، بجز عنصر اولش. آها، قصد دارم که در واقع عنصر اول رو از این لیست حذف کنم. چه راهکاری شما پیشنهاد میکنید؟ یک راهکار این هست من بیام یک متدی رو بنویسم، یک فانکشنی رو بنویسم، بعد بیام حالا بر روی این لیست یک پیمایشی رو انجام بدم، عنصر اول عنصر دوم رو بذارم کنار و از عنصر مثلا دوم به بعد رو به یک لیست جدیدی اد بکنم و اون لیست رو ریترن کنم، درسته؟ میتونیم خودمون این کار رو انجام بدیم، باز یک سری دستوری بنویسیم، یک حلقه بنویسیم، یک پیمایش رو انجام بدیم بر روی این لیست و این کار رو انجام بدیم خودمون، که انشاءالله در جلسات آینده که در خصوص حلقه ها صحبت کردیم این کار رو اصلا انجام هم میدیم. اما ما در زبان کاتلین یک دستور رو داریم تحت عنوان drop، همین کار رو برای ما دقیقا انجام میده. دیگه نیاز نیست ما بشینیم خودمون یک الگوریتم و دستور رو پیاده سازی بکنیم و کد بنویسیم برای این کار. ببین مثلا من میخوام یک لیستی رو داشته باشم که شامل دو عنصر اول نباشه، حسین و نیما درش نباشه. خیلی راحت میتونم این کار کنم. حالا اگر بخوام اون لیست رو چاپش کنم، بیام از دستور print ln استفاده کنم، بیام میگم که string list dot drop. drop یک پارامتر از نوع integer به عنوان ورودی دریافت میکنه، بهش یک عدد میتونم بدم، مثلا میگم که دو عنصر اول رو برای من حذف کن. خب حالا نتیجه رو با هم دیگه ببینیم. دستور drop در واقع برای من یک لیست جدید، یک کالکشن جدید ایجاد میکنه که شامل اون n عنصر اول نیست. ببینیم سارا و علی، دو عنصر اول در این لیست دیگه نبود.
نکته که در خصوص دستور دراپ وجود داره این هست که دوستان من دستور دراپ یک کالکشن جدید برای من ایجاد میکنه. نمیاد خود کالکشن اصلی من رو تغییر بده. یعنی اگر من بیام در این خط بعدی بنویسم پرینت کن برای من استرینگ لیست رو، استرینگ لیست همچنان شامل دو عنصر حسین و نیما هم هست. دستور دراپ صرفا اومده یک لیست جدید برای من ایجاد کرده که این لیست دو تا عنصر اول درش وجود نداشت. اوکی؟ خود لیست اصلی رو تغییری درش اعمال نمیکنه. یک بار هم اجرا کنیم که این موضوع رو دقیقا متوجه بشیم. اوکی؟ ببینید حسین و نیما در استرینگ لیست همچنان وجود داره. خب دستور اد یا دستور ریموو چه کاری رو برای ما انجام میدادن؟ میمدن یک عنصر به لیست ما اضافه میکنن یا یک عنصر رو از لیست ما حذف میکردن، درسته؟ یعنی اگر من مینوشتم string list dot add مثلا اکسیما، خب چه اتفاق میافتاد؟ وقتی من اینجا پرینت میکردم string list رو، در این لیست من عنصر اکسیما هم اضافه شده بود، درسته؟ یعنی لیست اصلی من تغییر میکنه. اما اگر من بخوام لیست اصلی رو تغییر ندم، صرفا میخوام یک عنصری به لیست من اضافه بشه، خب ولی لیست اصلی هم سر جای خودش بمونه، یعنی یک لیست جدیدی داشته باشم شامل تمامی عناصر این لیست به اضافه یک عنصر دیگه، آها، میتونم از دستور پلاس استفاده کنم. یعنی اگر من به جای اد بنویسم پلاس، دستور پلاس برای من یک لیست رو، یک کالکشن جدیدی رو برمیگردونه که شامل تمامی عناصر استرینگ لیست هست به اضافه عنصر اکسیما. یعنی من اگر اینجا حالا یک بار دیگه بنویسم پلاس، ببینید خروجی چیزی که داره برمیگردونه یک لیسته، خب یک کالکشن هست که حالا شامل تمامی عناصر استرینگ لیست هست به اضافه اکسیما. میتونم حالا این رو کلن چاپش کنم، خب به این صورت. ولی خب خود لیست اصلی ما یعنی استرینگ لیست تغییری نمیکنه. یعنی اگر من بیام مجددن پرینت کنم استرینگ لیست رو، استرینگ لیست لیست اصلی من حاوی عنصر اکسیما نیست، بلکه لیستی که در واقع دستور پلاس برای من برمیگردونه حاوی عنصر اکسیماس به اضافه این عناصری که در استرینگ لیست وجود داشت. یک بار اجرا کنیم تا نتیجه رو به وضوح مشاهده کنیم. ببینید استرینگ لیست همون عناصر حسین، نیما، سارا و علی هست، تغییری پیدا نکرد. اما با دستور پلاس من یک لیست جدیدی ساختم که شامل تمامی اون عناصر هست به اضافه عنصر اکسیما. مقابل دستور پلاس دستور ماینس هست. من میتونم بیام بگم که ماینس یک المنتی رو از این لیست حذف کنه، مثلا حسین رو. یک لیست جدید برای من بساز، ماینس یک لیست جدید برای من برمیگردونه حاوی تمامی عناصر این لیست به جز عنصر حسین. یک بار با هم دیگه اجرا کنیم این رو هم ببینیم. ببین چه اتفاقی افتاد. خب این استرینگ لیست من هست که حسین و نیما و سارا و علی هست. حالا با دستور پلاس یک لیست جدید ساخته شد که حاوی عناصر حسین، نیما، سارا و علی هست به علاوه اکسیما. با دستور ماینس لیست جدیدی ساخته شد که حاوی عناصر نیما و علی هست به جز اکسیما. و این تغییرات همه روی استرینگ لیست داره اعمال میشه، یعنی با توجه به اون استرینگ لیست ما داره صورت میگیره، ولی خود لیست اصلی ما یعنی استرینگ لیست تغییری پیدا نمیکنه. اوکی، خب یک موقع من میخوام چک بکنم آیا در لیست من یک عنصری وجود داره یا نه، شامل همچین عنصری میشه یا نه. همونطور که ما برای کالکشن های مپ گفتیم مثلا کانتینز کی یا کانتینز ولیو داریم، ما برای کالکشن های لیست و کالکشن های ست هم دستوری تحت عنوان کانتینز داریم. خب اینها رو کامنتش کنیم.
مثلا من میخوام ببینم استرینگ لیست آیا شامل عنصر سارا هست یا نه. کافیه، حالا من میخوام این رو چاپ کنم. پرینت ln، میام مینویسم استرینگ لیست دات کانتینز، کانتینز مثلا سارا. آها، دستور contains به من یک متغیر از نوع بولین رو برمیگردونه، یک true false من میگه آیا شاملش میشه یا خیر. اگر شاملش بشه true برمیگردونه، اگر شامل سارا نشه false رو برمیگردونه. خب من با توجه به اینکه سارا رو در این لیستم دارم، پس نتیجه بایستی true چاپ بشه. یک بار اجرا کنیم، مقدار true برای من چاپ شد، در واقع شامل عنصر سارا هست، درسته؟ یک زمانی ممکنه من لیستی از اعداد رو داشته باشم و میخوام میانگین این اعداد رو حساب کنم. خب ما میتونیم یک الگوریتم و یک کدی رو بنویسیم که بیاد میانگین اعداد یک کالکشن رو برای ما محاسبه کنه. ولی ما در زبان کاتلین همچین دستور رو داریم، نیازی نیست خودمون بشینیم کد نویسی کنیم. دستوری داریم تحت عنوان اوریج. ببین، من یک لیست جدیدی رو ایجاد کنم، بگم که val int list مساویس با array list of 1, 2, 3, 4, 5 و میخوام میانگین این اعداد رو حساب کنم. کافی است بنویسم int list dot average. اوکی، خب میانگین این اعداد میشه چی؟ حالا مجموعشون تقسیم بر تعدادشون دیگه. حالا حساب کنیم ببینیم چند میشه. اوکی، یک بار حالا اگر اجرا کنیم، ببینید با دستور average من میتونم میانگین این اعدادی رو که در لیست من وجود دارن حساب کنم. شاید این دستور حالا دستور خیلی کاربردی نباشه، ولی خب بد نیست که بدونیم ما چنین دستوراتی رو هم داریم. ببینید میانگینش رو برای من حساب کرد که میشه 3. اوکی، بسیار خوب. دستورات زیادی رو ما در خصوص کالکشن ها وجود داره. حالا ما سعی کردیم به یک سری از کاربردی ترین های اونها اشاره بکنیم و حالا یک سری دستورات هم که در خصوص هر کدوم از کالکشن ها بهشون پرداختیم، مثلا در کالکشن مپ، در کالکشن سه، در کالکشن لیست، یک سری دستورات رو اونجا اشاره کردیم. یک سری دستورات کلی تر رو هم که یک مقدار حالا کاربردشون کمتر بود، در اینجا به عنوان بحث پایانی اون بهشون پرداختیم. دستورات دیگری هم وجود دارند که انشالله ما حالا بیشتر که در بحث زبان کاتلین پیش میریم یا در قالب پروژه‌ای که قصد داریم انجام بدیم باشون به جای خودش آشنا میشیم و ازشون استفاده میکنیم. ولی خب یک موضوع هم که وجود داره این هست که خب اگر ما بخوایم حالا به تمامی دستورات بپردازیم، یه مقدار بحثمون دیگه خیلی طولانی میشه. سعی کردیم کاربردترین ها رو بگیم. حالا خودتون دیگه میتونید برید این رو در بیارید با توجه به اینکه شما کافیه مثلا بنویسید string list dot و ببینید تمامی دستوراتی که وجود داره برای شما لیست میشه و میتونید حالا ببینید هر کدوم از این دستورات چه کاری برای شما انجام میده. با یک سریشون آشنا شدیم، بعضیاشون که یه مقدار حالا شاید کاربردشون در اینجا نمی گنجه و لازم هست یک سری مطالب دیگر رو یاد بگیریم، انشاءالله ما در جلسات آینده باشون آشنا خواهیم شد. و یک سریشون هم دیگه کاملا مشخص هست. مثلا میگم ما با دستور contains الان آشنا شدیم، حالا ما دستوری داریم تحت عنوان contains all. خب یک کالکشنی رو میتونیم بهش بدیم و ببینیم که آیا کالکشن ما شامل این کالکشن میشه یا نه. دیگه لازم نیست ما موردی بخوایم تک تک این دستورات رو بهش بپردازیم. اون چیزی که لازم بود رو من در طول این دو جلسه سعی کردم به خدمت شما دوستان بگم و حالا یک سری دستورات هم البته هست که لازم هست همونطور که خدمت شما دوستان عرض کردم با یک سری مطالب جدید در خصوص زبان کاتلین آشنا بشیم، یک سری نکات رو بایستی یاد بگیریم تا استفاده از اون دستورات رو بهتر درک کنیم و صرفاً یه حالت حفظ کردن نباشه، دقیقاً بفهمیم که داریم چه کاری رو انجام میدیم و این چرا به این صورت داریم این دستور رو مینویسیم. که انشاءالله در جلسات آینده یک مقدار که پیش بریم به این دستورات هم خواهیم پرداخت و یک گریزی میزنیم به این دستورات در جلسات آینده.
در حال ما در طول این دو جلسه سعی کردیم شما دوستان رو با انواع کالکشن ها در زبان برنامه‌نویسی کاتلین به شکل مفصل آشنا کنیم. بحث کالکشن ها یکی از موضوعات بسیار مهم در هر زبان برنامه‌نویسی هست که بسیار کاربرد دارن. بنابراین امیدوارم که تو این دو جلسه به خوبی در خصوص کالکشن ها آموزش دیده باشید و به درک خوبی نسبت به کالکشن ها در زبان برنامه‌نویسی کاتلین رسیده باشید. دوستان من خسته نباشید و تا جلسه آینده خدا نگهدار.